سلام دوستان امروز میخوام چند نکته درباره سریال جذاب فرازندان براتون بگم سریال فرازندان را میتوان یکی از پر مخاطب ترین سریال های دهه گذشته دانست سریال که هر قسمتش بیننده را تا پایان آن را روی مانیتور میخکوب کرد به جرئت میشه گفت این سریال اکثر پارامترهایی که مخاطبان دوست داشتن را داشت عشق نفرت ترس استرس تنها چند نمونه از احساسی بودند که بیننده انگام دیدن سریال با اون مواجه میشد همچنین زیرکی مایکل و جسارت در بسیاری از سکانس ها بیننده را وادار به تحسین او کند پخش و تماشای سریال فرازندان در 13 تا زندان زندان‌های آمریکا غیرقانونی زیرا مسئولین معتقدند این سریال برای زندان یا جنبه آموزشی داره. خالکوبی روی بدن مایکل اسکولفید در واقع یک عکس برگردانه چون ایجاد این خالکوبی به صورت واقعی 4.5 سال زمان و هزار دلار هزینه خواهد داشت. برای گرین و نصب همین خالکوبی ورتورت میلر بازیگر نقش مایکل اسکولفید باید 4.5 ساعت مینشست تا کار تکمیل بشه. بازیگری میلر در این سریال واقعا عالی بوده ولی نکته باور نکردنی اینه که او فقط یک هفته قبل از شروع فیلمبرداری برای تست بازیگری به اونجا رفته بود که مورد پسند واقع شده بود در واقع میلر برای تست یک نقش در فیلم سینمایی مناپسپی رفته بود که برت رتنر تهیه کننده فرار از زندان از کاراکتر او خوشش اومد و خواهان نقش آفرینی او در نقش مایکل اسکولفیلد شد فیلمبرداری و صحنهای زندان فکس ریور در فصل اول در یک زندان واقعی و نه به نام جولیت کارکشل انجام شد که این زندان از سال 2002 تعطیل شده بود. نام زندان فکس ریور در واقع نام رودخونه که از نزدیکی زندان جولیت عبور میکنه سریال پوپک ساخت روسیه در واقع 99.9 درصد در کپی شده از سریال فرار در سناریوی اولیه قرار بود شخصیت سارا در همان فصل اول کشته بشه ولی علاقه بسیار زیاد طرفداران سریال به اون نظر تهیه کنندگان را تغییر داد و آنها خانه نقشه شخصیت سارا شدند استیکیکیچ بازیگر نقش انری پاپ سرپرست زندان فکس ریور در دهه 80 میلادی برای شش ماه در انگلیس زندانی بوده و به همین دلیل شخصیت خود در فیلم را بر اساس شخصیت رئیس زندانی که در انگلیس شش ماه محبوس بوده شکل داد شخصی به نام دوناتیوس که در دهه 60 میلادی مسبب فرار برادرش از زندان شده بود بعد از انتشار این سریال از کنندگان اون شکایت کرد مدعی شد که داستان سریال از اص... سرگذشت او و برادرش کپی برداری شده ولی در نهایت در دادگاه شکست خورد